به نام نامی او که هرچه داریم از اوست. سلام، خیلی خوش اومدیم به یک زیرو بم دیگه. من بهراد رضازاده افتخار اینو دارم که بعد از مدت‌ها دوباره جلوی دوربین زیرو بم قرار بگیرم و بتونم در کنار شما یه برنامه خوب و جذاب رو اجرا کنم. امروز هم اومدیم به رستوران اوپرا و در این محل زیبا برای شما یک زیرو بم دیگه بسازیم. زیرو بم مبینا نصیری، مجری جوان و آینده دار تلویزیون ما که حواشی نسبتاً کم و بیشی هم همیشه اطرافش بوده و باعث شده که در صدر خبرها قرار بگیره. امیدوارم تا آخر شما همین برنامه رو دنبال کنید و همراه ما به این گفتگوی داغ و جذاب بپردازید. خانم آقایون خیلی خوش اومدین و در خدمت سرکار خانم مبینا نصیری هست. خانم نصیری سلام، خیلی خوش اومدین به زیرو بس. سلامت بشی، منم به شما سلام میکنم و البته به بینندگان مجله تصویری و مکتوب زیرو بم. خیلی خوشحالم که با شما هم صحبتم. لطف دارین شما. خوشحالیم که اینجا حضور دارین. متشکرم. همیشه خانم مبینا نصیری و همه با اتفاقات و یه سری حواشی اسمشون رو بیشتر شنیدن، ولی خیلی صرفا نمیخواییم به حواشی شما بپردازیم. متشکرم. اول مصاحبه بگم که یکم راجع به خانم مبینا نصیری صحبت کنیم. من مبینا نصیری هستم، 18 ساله. حتی یک خانمی که به سن 30 سالگی هم نرسیده دوست داره 18 ساله بمونه. چرا؟ این کلان خاصیت خانماستگیه. البته من اعتقاد دارم که واقعا سن مال شناسنامه است و احوالات آدم، روحیه آدم، سن جسمی آدم، ایناست که تعیین میکنه که واقعا شما چند سالتونه. من واقعا 18 سالمه، حتی یه روزم بالاتر نیستم. چه خوب. به عنوان اولین سوالم، حالا که این مبحث رو مطرح کردید، بریم به قبل از 18 سالگیتون. همه واقعا، یعنی با هر کسی که در این روزه و عرصه اجرا و گویندگی کار میکنه صحبت که میکنین، میگه از بچگی آرزو داشتم، از بچگی دلم میخواسته مجری بشم، صدای خودم رو ضبط میکردم. اینها هم در مورد شما صادقه یا به تبع دوستان اینها رو؟ والا من خیلی که کوچیک بودم، مثلا زیر 7 سال، هنوز مدرسه نمیرفتم، خیلی این کار رو میکردم. یعنی مثلا ما یه ضبط کوچولوی انقدی داشتیم، من مدام توی این کاست میذاشتم و صدای خودم رو ضبط میکردم. بعد یه خواهری دارم مونا که یک سال از من کوچیکتره، انقدر بامزه بود، مثلا هنوز متوجه نمیشد که این صداییه که ضبط شده. گریه میکرد، میگفت مبینا چجوری رفته تو ضبط، من میخوام برم آخه چجوری جا شده این تو. این همیشه خاطریه که مرورش میکنیم با هم. بعد دیگه من خودم خیلی یادم نیست، مامانم میگه که گاهن، مامان من خیلی اهل گل و گیاه و اینهاست و همیشه پای ثابت نمایشگاه گل و گیاهه، میگه که تو خیلی کوچولو بودی رفتیم نمایشگاه گل و گیاه، بعد تو گفتی که چقدر اینجا سوت و کوره، کاش یه کسی بود مثلا یه موزیکی برای مردم پخش میکرد، به همه میگفت خوش اومدی. من انقدر دوست دارم مامان مثلا بزرگ شدم بیام این کارو انجام بدم، برای مردم حرف بزنم، که واقعا من اینو یادم نمیاد، مامانم تعریف میکنه. بعد دیگه نه، بعد از اینکه وارد مدرسه شدم من خیلی درسم خوب بود، جز تیزهوشان بودم. بعد دیگه مدام وارد حالا مدرسه که شدم درگیر تحصیل و دروس مختلف و حالا این کلاس زبان و حتی مثلا من نوازندگی پیانو رو خیلی دوست داشتم. خاطرم میاد که پدرم گفت نه، کلاس زبان بری خیلی به درد آیندت میخوره تا مثلا نوازندگی پیانو. مدام درگیر اینها بودم تا اینکه دیگه رسیدم به دانشگاه، مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی قبول شدم و همون موقع کار ترجمه انجام میدادم برای یک سری از شرکت ها. اونجا همکاران به من میگفتن که خیلی صدای خوبی داری، چرا نمیری مثلا دوبلور بشی، گوینده بشی؟ آره نه، همون یعنی من شاید 6 ماه بود وارد دانشگاه شده بودم، ولی خب چون دانش زبانیم از قبل خیلی خوب بود، یا علمه مثلا دور و اینا دیده بودم، از همون موقع که در واقع دانش شدم شروع کردم به کار. مدام اینو به من میگفتن و بعد من فکر میکردم اینا دارن من مسخره میکنن، مثلا دارن دست میندازن دیگه. همش میخندیدم و گفتم تو خدا من اذیت نکنید و اینا.
بعد دیدم یه روز یکیشون روزنامه همشهری رو آورد، گفت ببین اینجا تست میگیرن، تو رو خدا برو تست بده. گفتم بابا شما کلن بله میکنی منو سر کار چرا انقدر میذاری؟ گفت نه آقا تو برو، اگه قبول نشدی هرچی خواستی به من بگو. اتفاقا یه آموزشگاهی بود که فراخوان داده بود حالا برای دوره هایی که برگزار میکرد، من رفتم تست دادم. اتفاقا قدم هول شده بودم، مثلا یادم یه خبری بود بعد میخوندم، مثلا کشتی بود کشتی خوندم، انقدر که هول شده بودم و اصلا خیلی استرس داشتم، این مثلا کلمه ها رو غلط خوندم. ولی بعدش که تستم تموم شد، یه خانومی هم اونجا متصدی بود که الان هم از گوینده های خبره اتفاقا، به من گفت اصلا از این صدا نمیشه گذشت. بعد دیگه من از همونجا وارد در واقع دوره دیدن و اینها شدم و شروع کردم بیرون کار کردن. یکی از خوششانسی های من این بود با کسایی آشنا شدم که پروژه های رو بیرون برگزار میکردم، مثل اجرای مراسم های مختلف، برگزاری رادیوهای لوکال، که من دیگه به عنوان گوینده و موجی اونجا مشغول به کار شدم. در همین اثنا یکی دوتا از تهیه کننده های تلویزیون و رادیو منو دیدن و فکر کردم من همکارشونم. گفتن که خب ما ندیدیم نشنیدیم اسمتون رو تو کدوم رادیو مشغولین و اینها. بعد من گفتم که واقعیتش اینه که من اصلا وارد صدا و سیما نشدم هنوز. بعد منو معرفی کردن، آقای قاسم بی‌نیاز همسر محترمشون سردبیر یکی از برنامه های رادیو بودن، به من یه آیتم اونجا دادن، اجرا کردم رادیو صدای آشنا که الان دیگه منحل شده این رادیو، چون برای ایرانی های مقیم خارج از کشور بود. و یه آقای دیگه هم که از تهیه کننده های تلویزیون بودن، ایشون هم با خانومشون برای جشنواره کودک اومده بودن، از جشنواره کودک توی سالن حجاب در واقع تصویر بگیرن چون کارشون کودک و نوجوان بود، منو دیدن و دوباره بردن منو شبکه دو، یه آیتم به من دادن که من اصلا باورم نمیشد مثلا بتونم یه روزی به آنتن زنده تلویزیون برسم. منتها اینا فعالیت های جسته گریخته بود، مثلا بعد از شبکه دو من رفتم شبکه جام جهان، همینطور آیتم توری داشتم اجرا میکردم که رادیو جوان در واقع باشگاه رادیوی جوان یه فراخوانی داد که علاقمندان به گویندگی، برنامه سازی، گزارشگری و اینا بیان تست بدن و مصاحبه حضوری. ما که رفتیم هم در واقع تست کتبی داشت، اصلا شما باید یه سری سوالا رو جواب میدادین اونجا، مثلا اینکه چه کتابایی خوندین، چه موسیقیایی گوش میکنین، دانش عمومی شما رو میسنجیدن. بعدم یه مصاحبه حضوری داشت که مثلا یهو من یادم مصاحبه کنندمون از برنامه سازه بسیار قدر رادیو بودن و البته یکی از مجریای تلویزیون که الانم خانم زهره هاشمی. بعد ایشون اون زمان مدیر باشگاه رادیو جوان بودن، مثلا میگفتن که فکر کن الان شما، اون موقع مصر خیلی هیاهو و شلوغ اینا بود، فکر کن شما در یکی از میادین اصلی مصری الان میخوای گزارش بدی یا مثلا حال و هوا رو باید توصیف کنی. مصاحبهش در این حد سخت بود و فقط همین یک سوال بود، مدام شما در موقعیت های مختلف قرار میدن تا ببینن شما چقدر توانمندی. خب من توی اون مصاحبه و اون تست قبول شدم. خیلی اومده بودن از شهرستان‌های مختلف، شاید قریب به مثلا 1700-800 نفر اونجور که خودشون آمار میدادن اومده بودن برای اینکه تست بدن و خودشون رو محک بزنن. از اون 1000 خورده نفر قریب به 40 نفر پذیرفته شدن که برای ما 3 دوره، یعنی مثلا مقدماتی، متوسط و پیشرفته گذاشتن. توی هر دوره یه سری آدم ها حذف شدن، گفتم مثلا شما قبول نشدین به درد نمیخوره، یا مثلا استعدادتون کافی نیست، اونا حذف شدن. بعد از اینکه دوره هامون تموم شد، 3 نفر رو از بین بچه های باشگاه که برای گویندگی و اجرا آمده بودن به رادیو جواب معرفی کردن. یکیش من بودم، یکیش خانم فریبا باقری بود و دیگری هم خانم الهه پرسون بود که ما 3 تا رو به رادیو جواب معرفی کردن که دیگه ما رفتیم گوینده پخش شدیم و میگفتیم مثلا ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خیلی روزگار خوشی بود و خیلی ذوق میکردیم ما. و اولین که همین بار که این اتفاق افتاد وارد استودیو پخش شدید، چه حسی داشتید؟ قبلش من پخش رو تجربه کرده بودم، ولی میدونی نه به عنوان اینکه مثلا شما رسما گوینده یه جای هستی. خب من معرفی کرده بودم، رفته بودم آیتم اجرا کرده بودم، ولی آیتمتون هم زنده بود؟ بله زنده بود، از اولم من زنده اجرا کردم. آره و من فقط اینو بگم، یادم روزی که من رفتم تست دادم یه جایی که میگم به من گفتن از این صدا نمیشه گذشت و اینها،
من یادم همینجوری توی خیابون زمستون هم بود، هوام سرد بود، همینجوری من پیاده میرفتم. اصلا یادم نمیاد، اصلا نمیدونستم کجا دارم میرم و الان دارم پیاده میرم، خب به کجا میخوام برسم. انقدر ذوق داشتم و اصلا انقدر حالم خوب بود و از اون چیزی که بهم گفته بودم خوشحال بودم، همینجوری پیاده میرفتم برای خودم. خیلی حال خوبی بود و خیلی شب خاطره انگیزی برام شد. تا قبل از اون هیچ وقت کسی نبود غیر از این که بگی صدات خوبه؟ اصلا پیش خودتون فکر کنیم که خب این صدای من چه ویژگی؟ نه من اصلا واقعیتش هیچ موقع قاعدتا این صدا اون موقع که نبوده، 10 سال پیش. آره خب خیلی روش کار شده، پخته تر شده، فن بیان آموزش شده. دوست داشتین صداتونو؟ همه آدم ها این شکلی هم وقتی اولین بار صدای خودشون رو میشنون خوششون نمیاد، چون ما صدای خودمون رو از توی سرمون میشنویم و یه صدای قشنگتری به گوشمون میرسه. وقتی از گوشمون میشنویم صدامونو یه جور دیگه است، انگار با یه فرکانس دیگه است. میگیم صدای من که این نبود، ولی من صدامو دوست داشتم. یعنی هم موقعی هم که تست دادم برام پخش کردن صدامو دوست داشتم. یکی از خوششانسی های من این بود توی حالا حوزه اجرا و گویندگی، این که من خیلی از فعالیت ها رو با هم آموزش دیدم و با هم کار کردم. یعنی همونطور که من از ابتدا اجرای استیج و مراسم ها رو انجام میدادم، فکر کنم حالا میگین 30 سالت نشده، با اینکه زیر 30 سالم، ولی خیلی بیشتر از مثلا همکارام که شاید خیلی سابقه شون بیشتر از من اجرای استیج میرم. و واقعا هم این شکلی نیست که برم بگم آقا به من میشه این مراسم بدید من اجرا کنم، نه. مثلا میبینین یه ارگانی 5 سال 6 سال هر مراسمی داره به من داره میگه بیا اجرا کن. اجرای استیج رو خیلی میرم. همزمان من از مهران دوستی خدا بیامرز که بهترین استاد من بود واقعا، تیزرخانی رو من در دوره ها شرکت کردم. تیزرخانی رو به ما واقعا درست آموزش داد. من مثلا همین الان 3-4 تا از تیزرهایی که رو آنتن تلویزیون با صدای منه، رادیو مثلا کار میکنم، گهگاه تلویزیون کار میکنم. و این خیلی خوبه، اینکه حالا بچه هایی که اگه دوست دارن گویندگی و اجرا دارن این برنامه رو میبینن، خیلی توصیه میکنم بهشون که و ازتون دعوت میکنم که توی همه یا رشته های گویندگی و اجرا فعال باشین و سعی کنین که دانشش رو کسب کنین، چون دیگه بیکار نمیمونه. یعنی همیشه شما مدام کار دارین و درآمد دارین و حالتون خوبه، چون دارین توی راهی قدم برمیدارید و کار میکنید و مشغولین و فعالین که دوستش دارین دیگه. این خیلی اتفاق خوب بود و یکی از خوششانسی های من بود. خب الهی شد. مترجمی زبان چی شد؟ مترجمی زبان رو همچنان جسته گریخته انجام میدم و اتفاقا چقدر به کار خودم کمک کرده، به این دلیل که یه موقع مثلا فلان وزارت خونه به من میگه که بیا یک برنامه رو اجرا کن، اتفاقا ما میهمانان خارجی هم داریم و این خیلی به من کمک کرده. فکر میکنم که چند تایی بیشتر نباشن از مجریای تلویزیون لاغر که من میشناسم که آره، مثلا آقای رشید پور میدونم که هم استانبولی خوب صحبت میکنن هم انگلیسی. خب این خیلی بهشون کمک کرده، خاصه حالا در همین اجرای مراسم ها و اینها، چون نیازه واقعا. ضمن اینکه شما دیگه تسلط داری به اینکه بتونی مطالب روز رو تو حوزه کاری خودت بدون اینکه کسی برات ترجمه کنه بگیری و مقاله های جدید رو بخونی، اطلاعاتت رو بروز کنی. یعنی منتظر این نیست که حالا یه مترجم پیدا بشه، علاقه من باشه توی این حوزه فعالیت کنه، بیاد مثلا اون مقاله یا اون کتاب رو ترجمه کنه بده به شما بخونی. خیلی کمک میکنه. یا مثلا فیلم های بروز. اتفاقا من درگیر ترجمه یک کتاب بودم چند سال پیش و خیلی هم پیگیرش بودم که منتشر بشه این کتاب، در حوزه گویندگی و اجرا هم بود که مثلا آره نکات مختلف تو حوزه گویندگی و اجرا من داشتم گردآوری میکردم، مثلا از زبون بهترین مجریای دنیا و اینها، اینا رو جمع بکنم یه کتاب بکنم و بعد ترجمه بشه. به این مرحله هم رسید، اینا گردآوری شد، تا یه جایی هم ترجمه شده، هنوزم هستش، ولی واقعیتش اینه که انقدر آدم گرفتار میشه، درگیر کارهای دیگه میشه، اینا دیگه گرفتاری به دست فراموشی سپرده نشده ها، ولی همینجوری مونده مثلا مونده. توی کتابخونه هنوز تکمیل نشده. خیلی کار مترجمی رو دوست دارم، ازش درآمد
دارید همچنان یا در فقط واسه علاقه خودتون؟ درآمد چون فرصت نمی کنم وقت هم براش بذارم درآمد ندارم، ولی مثلا دوستام، آشنایان، اقوام، همسایه ها، اینا که منو میشناسن یه موقع واقعا یه مقاله کار دانشگاهی چیزی دارن من براشون انجام میدم، پولم نمیگیرم دیگه اساسا. خب سرازیر میشه پس چون پولم نمیگیریم. شما ورودتون به تلویزیون بسیار کوتاه. یعنی چه بسیار کوتاه؟ ببین وارد شدیم یه برنامه رو گرفتیم بعد دو سال با هم تصویر شد. کوتاه نبودا؟ نه جسته گریخته داشتیم کار میکردیم. آره من نه مثلا یک دو تا برنامه قبلش داشتیم. نه ببین مثلا من سال فکر میکنم 90 بود اواخر 89 90 که من برنامه سیمای خانواده رو شبکه یک شروع کردم به اجرا، یک سال اون برنامه رو اجرا کردم زنده روی آنتن، بعد از اون 6 ماه مثلا صبح خیر ایران رو اجرا کردم و همزمان موازی با اینها برنامه های ویژه شبکه عید فطر بوده، نمیدونم اعیاد مختلف بوده، مناسبت های مختلف بوده، اونا رو اجرا کردم. ولی آره بعد از 2 سال که من روتین داشتم شبکه یک کار میکردم این اتفاق برام افتاد که ممنوع کارش. اتفاق رو تقریبا همه میدونن، راجبش صحبت کردی، ولی من میخوام از یه منظر دیگه بهش بپردازم. الان خوشحالی از این اتفاق یا نه؟ این کاش این اتفاق نمیدونم. قطعا که خوشحال نیستم واقعا از این اتفاقی که افتاد، اما تجربه‌ای به تجربیات من اضافه شد که شاید اگر 10 سال من کار میکردم و این اتفاق برام نمیافتاد نمیتونستم به چنین تجربه‌ای برسم. و شاید حالا من نمیگم خیلی آدم توانمندی هستم، خدا وکیلی من خیلی آدم متواضعیم به خدا، واقعا اعتقاد دارم که مثلا خواست خدا و همیشه اینو گفتم خدا برای من معجزه کرده که من الان تو این جایگاه هستم. چون اصلا شما از همه اقوام من بپرسین هیچ کدوم مثلا نمیدونستن صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تو کدوم منطقه از تهران اصلا. چرا اینقدر بیگانه با سازمان صدا و سیما؟ منظورم اینه که منظورم اینه که ارتباطی نداشتن که مثلا کسی بخواد منو معرفی کنه یا مثلا کسی واسطه این شکلی بشه از اقوام و دور و بریای من، و این واقعا خواست خدا بود و معجزه خدا بود قطعا که من به این جایگاه رسیدم، ولی تلاش خودم بود و حالا یه کوچولو استعدادی که داشتم بود. من خیلی زود، یعنی حالا به واسطه اون توانایی که دیگران میدیدن در من تا شروع کردم خارج از سازمان کار کردم، خیلی زود منو دیدن و خیلی زود به چشمشون اومدن و خیلی زود مثلا به من آنتن زنده دادن. شاید این که من خیلی زود رسیدم به آنتن زنده شبکه یک، مثلا به آنتن زنده رادیو جوان و اینها، حساسیت های آنتن زنده رو به خوبی تجربه نکرده بودم. خب اون اتفاق یکی از بزرگترین درس ها در حوزه کاری من بود، هرچند که من هنوزم اعتقاد دارم و بارها هم گفتم که مثلا توی اون اتفاق واقعا شاید من 20% مقصر بودم و مردم هم اینو خیلی خوب فهمیدن. همچنان یه موقعی توی اینستاگرام درباره صحبت میشه، کامنت ها رو من میخونم میبینم که مثلا مردم میگن که فلانی مقصر بوده یا این شکلی شد که اینجوری شد، یعنی کاملا دفاع میکنن از من. اما اون 20% هم میگم خب من نباید اشتباه میکردم. ولی حالا از این منظر هم من بهش نگاه میکنم که توی محبوبیت و شهرت مبینا نصیری بی تأثیر نبود. نمیدونم. یعنی اینجا شاید خوب باشه برای شما بگه خب خوب بود دیگه، 2 سال بیرون بودم ولی مردم منو یادشون نرم. آخه خیلی سخته شما مثلا وقتی که از سختیه که کشیدید. ببینید شما وقتی که میای حالا بازیگر میشی، خواننده میشی، آنتن زنده تلویزیون رو داری، مجری هستی، گوینده هستی، شاید مثلا برای خود من اون 2 سال خیلی سخت نگذشت، ولی اینکه همه از مامانم میپرسیدن مثلا دخترتون نیست کی برمیگرده، دیگه مثلا بهش اجرا نمیدن، چجوری ممنوع کار، این خیلی اذیتم میکرد. یعنی شما وقتی که دیده میشی، جلوی دوربین قرار میگیری، بیشتر از اینکه خودت تحت فشار باشی، خانواده و اطرافیان تحت فشارن، بیشتر قصه اونا رو میخوری انگار.
مثلا من به مامانم یا پدرم دلداری میدادم، گفتم ببین مثلا همه مجریای خوب تلویزیون یه دوره ممنوع کار بودن، برای همه هست، خب برای منم هست دیگه، من که از این قاعده مستثنا نیستم و اینا، هی من دلداری میدادم بهشون. این خیلی سخته که مثلا پدر و مادر شما که عزیزتون هستن دیگه، واقعا شاید بیشتر دلنگرانی های آدم برای اونا باشه، انقدر قصت رو بخورن یا انقدر نگران باشن. مامانم هم میگفت من مغازم میرم، مثلا یه موقع آژانس هم میگیرم، آژانس محل از من پرسه دخترتون چی شد، مثلا بر نمیگرده، الان چی کار میکنه اینا. این خیلی سخته، ولی من توی اون دو سال میگم به خاطر اینکه توی همه شاخه ها و رشته های گویندگی و اجرا فعالم، باورتون نمیشه درآمدم مثلا همه دورهایی که کار میکردم بیشتر بود، خیلی کار داشتم و خیلی اجرا میرفتم. توی اون دو سال من همه شهرهای ایران رفتم و اجرا داشتم. فکر نمیکنید به دلیل این بود مردم دلشون میخواست بریم و براشون توضیح بدیم؟ فکر کنم مردم دلشون سوخته بود برام، جدی میگم اینا. یعنی من حالا توی همین اجراهای ارگانی و مناسبتی و جشنا که مردم میدیدم، واقعا همه گفتن که آخه چرا ممنوع کار کردن؟ بعد حالا مثلا دو ماه، شش ماه، آخه دو سال نمیدونم درگیره قضیه براتون. و اصلا تلاش کردیم برای اینکه آقا من برم بگم آقا من چرا ممنوع کارم، من میخوام برگردم؟ قطعا چرا دو سال وقتی شد؟ که یک اتفاقی صورت میگیره، اصلا شما قبل از اینکه بری به شما میگم بیا توضیح بده دیگه درباره این اتفاق. خب من رفتم و واقعا هم از خودم دفاع کردم و خدا وکیلی اینو بگم که حراست تلویزیون، یعنی فیلمو بارها بازبینی کرده بودم و من گفتن شما کمترین تقصیر، نه که کمترین تقصیر رو داری، شما رو دست خوردی، میدونی چی میگم؟ یعنی شما رو انداختن گوشه رینگ و بعد حالا تو هم به خاطر تجربه کمت یا اینکه اعتماد کرده بودی به گروهت یا صداقتی که داشتی، خب اونجا شاید یه رفتار دیگه باید نشون دادی، ولی خب نه، این کار نکردی و این خیلی برای من دلگرم کننده بود. و حراست تلویزیون هم هیچ وقت میدونید منو ممنوع کار نکرد. مدیر شبکه هم یک مدت 6 ماه به من استراحت دادن و بعد از 6 ماه من برگشتم سال تحویل شبکه یک رو اجرا کردم با اشکان خطیبی و سحر دولتشاهی و آقای پدرام کریمی. بعد از اون من در واقع درگیری مسائل دیگه ای شدم که مثلا مربوط به جاهای دیگه صدا و سیما می شد که ناچار بودم یک سری مراحل رو بگذرم و بعد برگردم. ولی در واقع اون استراحتی که به من شبکه داد 6 ماه بود و خدا وکیلی هم حراست تلویزیون خیلی میدونین با دید باز این قضیه رو قشنگ منطقی بارها نشسته بودن توی کمیته، اینو بارها بازبینی کرده بودن و دیده بودن که نه واقعا مثلا من قصدی نداشتم، من اونجا خیلی مظلوم واقع شده بودم. مردم هم اینو فهمیدن دیگه و هنوزم مثلا یه موقع میام با من شوخی میکنن درباره جیگر کامنت میذارن، بعد زیرش می‌نویسم به خدا شوخی بود و ناراحت نشین یه موقع خواهد نزیری. وقت برگشت ما خیلی خوشمزه شد و دوستان ما در رستوران اوپرا دو تا سالاد خوشمزه تهیه دیدن و میدونم خانم نصیری هم بسیار سالاد دوست دارن. معلومه دیگه، من هم دادن خورد چند دقیقه تا بیان و استقبال کردن. میونتون با آشپزی چطوره؟ خیلی آشپزی رو دوست دارم، اصلا عاشق آشپزی هم. بعد یه جوری آشپزی هم انگار از افعال معکوس استفاده میکنی، یعنی واقعا بذار یه جوری بگم عاشق آشپزی و انقدر غذا درست کردن رو دوست دارم. یه موقع میبینین توی خونه مثلا قراره غذای درست بشه، اگر کسی خونه نباشه بیان مثلا میفهمم من اون غذا رو درست کردم، به خاطر اینکه انقدر بهشم میرسم، رنگ و لعاب و تزئین و اینا. یه برادر کوچیک‌تر دارم اسم سجاد، میگه این غذا رو موبینا پختار، کاملا مشخص از رنگ و لعاب غذا. خیلی آشپزی رو دوست دارم. یعنی میونتون با غذاهای بین المللی چطوره؟ غذای نه غذای بین المللی مثلا غذای ایتالیایی، ایتالیایی رو دوست دارم، مکزیکی‌ها رو دوست دارم غذاشون رو، غذای هند رو به شرطی که دیگه خیلی تند نباشه دوست دارم، ولی غذای چینی رو اصلا دوست ندارم. غذاهای دریایی رو چینی هم اگه غذا هم دارم، فقط سوسک و مار و
ملخ و اینا میخوره. نه با سبزیجات و اینا هم غذای زیادی دارم، ولی به این دلیل که با ذائقه ما سازگار نیست، چون یکم خام خورن و کاملا نمیپزن. سوشی نمیخوره. آره من دوست ندارم. با غذای دریایی هم مثلا میونه ندارم، غیر از ماهی که ماهی جنوب رو خیلی دوست دارم. به به مثلا میگو اینا اصلا دوست ندارم. اصالتان کجایی هستم؟ من پدرم آذری هستم، مادر تهرانی هستم. خودتون هم متولدی تهران؟ بله، تمام آذری زبان هموطن داری میزه. ارزلی هم سنین چخ سویر. به به سریم استفاده کردم از هنر زبانشون. قشر آذری زبانم دوست دارم اسپلی موضوعی که با زبان آذری باشون صحبت. اصلا من خودم یه اعتقادی دارم، یعنی همیشه هم توی برنامه هام اینو خیلی گفتم به کرات که آقا چرا مثلا من میرم اصفهان با یه نفر صحبت میکنم میگم دو کلمه اصفهانی حرف بزن. حالا اصفهانی یک لهجه است ولی جاهایی که گویش دارن، مثلا کرمانشاه. حالا کرمانشاه فقط مثال میزنم، نه که واقعا این اتفاق افتاده باشه. میگم یه کلمه مثلا یه جمله کردی به من بگو، من بلد نیستم کردی. چرا؟ این واقعا تنوع گویشا و لهجه ها تو ایران خیلی قشنگه. نمیدونم چرا مثلا ما برای اینکه بگیم ما به زبان مثلا فارسی معیار خوب بلدیم حرف بزنیم، لهجه و گویش خودمون رو باید بذاریم کنار. تو خدا اینا رو حفظش کنیم. من خیلی دوست دارم الان یه جمله کردی هم بگم، یاد گرفتم. بشکم این روز فرخاص و قشنگی بود در آدان. هی گفتی یعنی چی؟ یعنی یک روز خوب و عالی و براتون آرزو میکنم. واقعا همین بود؟ آره دیگه، بشکم یعنی که آرزو میکنم. روز یا روز توی روزه؟ آره گویش کلی یعنی روز. این روز قشنگ و فرخاصی بود در آدان. یعنی که خاص خوبی باشه دیگه برای چرا خوب؟ استعداد خوبی در فراگیری اصلا من کلا بخش زبان ذهنم فعاله. بسیار عالی، بفرمایید. سالا خوشمزه بریزید و پایان شکمو هم قشنگ. آره این شکمو بودنه اذیت نمی کنه؟ نه از نظر چیز نه، من اتفاقا خیلی به این قصه اعتقاد دارم. اگر پیگیری کرده باشیم مثلا من به ظاهر کسی که جلوی دوربین حالا مجری بازیگر خواننده است برام خیلی مهمه و خودم هم توی این حوزه خیلی فعالیت کردم. تا جایی که اولی مجری بودم که بعد از انقلاب توی جشنواره مدل لباس فجر سال 95 ازم تقدیر شد به خاطر لباسایی که می پوشیدم و روی موضوع خیلی حساسم. خود کمیته داوران جشنواره و هیئتی که حالا تشکیل شده بود که رصد کرده بودن، البته یه چند تای دیگه هم کاندید بودن از مجریای تلویزیون، ولی خب از ما تقدیر شد. بعد زیاد غذا نمیخورم، خیلی غذا نمیخورم، ولی خیلی غذا رو دوست دارم. اصلا هم آشپزی رو دوست دارم هم غذا رو خیلی دوست دارم. الان نمیدونید چه زجری دارم میکشم چون کاهو هم یه عالمه صدا میده. من الان میخوام بخورم، مجبورم فعلا نگاش میکنم. بعد یه ذره باهاش صحبت کنید، آروم آروم غذاتون هم میل کنید. انتهای بخش اولمون یکم راجع به اون دو سال نبودتون صحبت کردید و اینکه چه اتفاقاتی افتاد که توضیح دادید. این بخش رو میخوام در این قسمت وارد چالش با شما بشم، چون صحبت دارم در مورد مجریای خانوم. شما سعی کردید متفاوت باشید یا سعی کردید مثل همه باشید؟ اولین چیزی که در مورد مجریان خانوم تلویزیون میگن، نه حرف من نیست، حرف خیلی از افراد و عوام جامعه حداقل بهتره بگیم، اینه که مجریای خانوم تلویزیون همه عین همه. شاید به این خاطر باشه که فضاهای گوناگونی و متفاوتی برای کار در اختیار مجریای زن قرار داده نمیشه که بتونن متفاوت اجرا کنن. هرچند من اعتقاد دارم یک برنامه همیشگی رو هم میشود تا جایی متفاوت اجرا کرد. به هر حال شما یک محدودیت هایی دارین در اجرای تلویزیون که شاید شما رو شبیه بقیه بکنه، حتی سبک لباس پوشیدنتون. ببینین من روزی که یه لباس متفاوت پوشیدم خیلی بازتاب های گوناگونی داشت. برخی از شبکه هایی که اونجا داشتم کار میکردم خیلی استقبال کردن، به این دلیل که لباس های من خبری شده بود دیگه و اصلا بسیاری از خبرگزاری ها و کانال های معتبر خبری بهش پرداخته بودن. برخی از مدیران شبکه ها خیلی استقبال کردن و اصلا
پیشنهاد دادن که برای بقیه مجریه خانوم هم یه همچین امکانی فراهم بشه، ولی برخی از شبکه ها نه، بر اساس حالا سلیقه یا تفکر مدیر شبکه گفتن که این حتی توهین به مثلا معماری و سنت ماست، در حالی که شما داری احیا میکنی یه چیزی رو، یعنی در قالب لباس داری اونو رواج میدی، شاید چیزی که مردم خیلی دیگه بهش توجه نمیکنن و فراموش شده دوباره در معرض دید مردم دارین قرار میدی. من یک نوع تبلیغه همه جای دنیا، مثلا به عنوان مثال یک خواننده‌ای عکس خودش رو روی تیشرت ها چاپ میکنه و به فروش میرسونه و در واقع وقتی که این تیشرت تن مردمه تبلیغ اون آدم است و میزان محبوبیتش رو داره در واقع به نمایش میگذاره. متاسفانه برداشت ها متفاوته و خیلی مجری های خانم ما علارغم اینکه به شدت با استعدادن و برخی از مجری های خانم ما به شدت با سوادن، حتی از برخی مجری های مردی که دارن توی تلویزیون کار میکنن با سوادترن، با استعدادترن، با توانترن، اما خب چون برنامه های یکسانی بهشون داده میشه خب فرصتی نیست که بخوان این توانایی ها رو در واقع نمایش بدن. به عنوان مثال همش برنامه خانواده مثلا به خانم ها میدن، به خانه برمیگردیم سیمای خانواده، عصر خانواده، نمیدونم صبح خانواده، خونه خوبه. خب چقدر مگه توی این برنامه ها شما فرصت این رو داری که در واقع بتونین توانایی هات رو نمایش بدی؟ البته ناگفته نمونه، ما برخی از مجری هایی رو داشتیم که در همین برنامه ها متفاوت اجرا کرد. مثلا یادم خانم صادقی برنامه خانه فیروزه رو متفاوت اجرا میکردن واقعا، اما خب باز شما باید به شرایط اون مجری توی اون برنامه توجه کنید که مثلا تهیه کننده چقدر به این آدم قدرت مانور داده یا اجازه داده که متفاوت باشه، گروه نویسنده، کارگردان، میدونین همه اینا باید با شما همراه باشن تا تو بتونی یه میزانسن ساده حتی روی آنتن بخوای داشته باشی. اینا مهمه دیگه به نظر من. نه، موجه خانوم میتوانن متفاوت باشن اگر برنامه های متفاوتی رو اجرا کنن. خیلی محتاط حرف میزنید خانم نصیری، حق هم بهتون میدم. محتاط نیست، نه واقعی، نه واقعیته. یعنی شما صحبتی که وجود داره راجب پوشش صحبت کردید، دوستایی میکنم حرفتون رو قطع بکنم. نه دیگه میکروفون دزدن رسما. کلن ما هلوش 40 دقیقه داریم صحبت میکنیم، من 5 دقیقه حرف زدم بعد من میکروفون دزدم. من اومدم که من حرف بزنم. ولی خب میخوام پاسخ بدید، به خاطر همین سوالم رو بذار بست بدم. راجب پوشش حرف زدید، آیا در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجباری برای پوشش وجود دارد غیر از سیاست ها، این که مثلا شما رنگ این رنگ رو نپوشید، ولی آیا میگه حتما باید چادر سر کنید؟ سوالشون بود داره. نه، چنین سیاستی وجود نداره که به شما بگن حتما باید از پوشش چادر استفاده بکنید. شاید یه مجری که چادر سرش بکنه یک مقداری مقبولیت بیشتری داشته باشد، ولی این شکلی نیست که مجری که مثلا مانتو تنش میکنه بگن خب بس ما تو رو نمیبینیم، تو رو به حساب نمیاریم یا به تو برنامه خوب نمیدیم به خاطر اینکه مانتو تنت. شما خواستیم وارد فضای سازمان شید و آنتن زنده میگیریم، به این فکر افتادید که خب من شاید چادر باید سرم کنم؟ نه. بعد این ایده این نوع پوشش از کجا آمد؟ ببینید من خیلی، من اصلا به شدت درگیر لباسام بودم همیشه، یعنی از روزی که وارد تلویزیون شدم همیشه دلم خواست رنگ و لعاب انقدر لباسام نداشته باشه، مثلا مقنعه صورتی و این زرد و اینها که شبیه مجریای برنامه کودک بشم، نه که اونها بد باشن ولی به فراخور کارشون باید این رنگا رو بپوشن چون دارن برای بچه‌ها اجرا میکنن، اما دلم خواست که از رنگ بهره‌ای داشته باشه لباسام، دلم خواست که نقش و نگار خاصی داشته باشه. خیلی شاید الان 4-5 سال مثلا بوده که من همش درگیر لباس بودم، انقدر اون موقعی که هنوز اینستاگرام اصلا نبودش، من توی گوگل مثلا سرچ میکردم ببینم که طراحای لباس ایرانی چه طراحی زدن، چند تا مزون رفتم دیدم با طراحا صحبت کردم، به شدت درگیر بودم تا اینکه بالاخره یه طراحی رو دیدم توی کارهای برخی از تولید کنندگان و طراحا که به نظرم قشنگ اومد، بعد رفتم باشون صحبت کردم، خب یه تغییراتی با هم فکری هم ایجاد کردیم توی طراحا و شد لباسایی که من پوشیدم که خیلی مورد استقبال
مردمم قرار گرفت. یه موقعی مثلا توی اینستاگرام من یه پیامی برام میاد که همسرم برای سالگرد ازدواجمون رفته منو سورپرایز کرده و مثلا این مانتوی شما رو که دوست داشتم رفته برام خریده. یا مثلا شب عید که بود خیلی از دختر خانم ها رفته بودن مانتوهای منو بالاخره تهیه کرده بودن، خریده بودن برای مثلا لباس شب عیدشون که عکساشو برام میفرستادن توی حالا دایرکتم و از طریق اینستاگرام. این خیلی برای من خوشحال کننده بود. یه مانتوی من برای اولین بار پوشیدم در تلویزیون که کاملا نقش و نگار معماری ایرانی اسلامی داشت. مثلا شما روی در و دیوار شاید مسجد امام توی اصفهان اینو ببینید. وقتی که من اینو پوشیدم باورم نمیشد، خبری شد این مانتوه و بعد به فاصله یک ماه بعدش من خونم غرب تهرانه توی یک پاساژی داشتم میرفتم پشت ویترین مغازه ها دیدم این مانتوه و خب خیلی حس خوبی بود. چون جریان ساز بتونی باشی توی حداقل مثلا یه بخشی از پوشش خانوم ها خیلی خوبه. با این تفکر این نوع پوشش رو انتخاب کردید یا نه؟ نه من فقط دلم میخواست که جذابه حالا ادامه بده. نه من فقط دلم میخواست که یه مانتوهایی بپوشم توی کارم، یه لباسایی رو انتخاب کنم که جذاب باشه و متفاوت باشه. خیلی برام مهم بود که متفاوت باشه، شیک باشه و همه المانهای به روزم داشته باشه. یعنی مثلا حال مانتوی نباشه که بگم وا توی سال 1395 کی مثلا این مانتو رو میپوشه، به روزم باشه. خب دیدم انتخاب کردم و فکر اصلا نمی کردم که یه همچین بازتابی بگیرم، ولی خب شد دیگه. این خانم مبینا نصیری یه پوششی رو انتخاب کرده با هاشل دوردین ظاهر میشه و فضای مجازی این روزها بسیار ارتباط تنگاتنگی رو با مخاطب ایجاد میکنه و اجازه اشتباه به ما تقریبا نمیده. شما زیاد درگیر اتفاقاتی شدید که حجمه علیهتون زیاد بوده مسلمه، بعد از اینکه اینستاگرام داشتید هم مثل همه بهتون حمله شده هم برد تشویق قرار گرفت. ولی میخوام رو راست در مورد اتفاقی که برای سرکار خب نامداری افتاد صحبت. خدمتتون عرض کنم که میدونید من توی یکی دوتا از مصاحبه هم گفتم اگر دیده باشید من آزاده نامداری رو اجراش خیلی دوست دارم. اصلا اجرای آزاد نامداری رو همیشه میپسندیدم به خاطر اینکه خیلی گرم و خودمونی و صمیمی بود و خودش بود. یعنی من با اجراش خیلی ارتباط برقرار میکردم. ببینید اتفاقای من اینو از مهران دوستی یاد گرفتم که مهران دوستی واقعا خدا رحمتش کنه. سر کلاس مهران دوستی که ما بودیم شاید باورتون نشه فقط درباره فن گویندگی و اجرا با ما حرف نمیزد. میگفت شما وقتی میخوای وارد صدا و سیما بشی، اصلا وارد صدا و سیما نشی، به عنوان یک چهره میخوای فعالیت بکنی، حالا یا خواننده یا بازیگری، کسی که مردم میبیننت میشناسنه، باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشی. وقتی قراره من شما رو قضاوت کنم به من ربطی نداره تو زندگی شخصی شما چی میگذره. من حرفه شما رو، کار شما رو، میزان حرفه‌ای بودن شما رو قضاوت میکنم. آزاده نامداری هم همینه. من اجراش رو قضاوت میتونم بکنم، بازم قضاوت که نظر و برداشت خودم رو میتونم بگم نسبت بهش و هر اتفاقی در زندگی شخصی آزاده نامداری یا هر کس دیگه بیفته من به خودم این اجازه رو نمیدم دربارش نظر بدم چون به خودش ارتباط داره. باز هم خیلی سیاست مدارانه خواستم. نه این سیاست نیست، واقعیته. یعنی این جهت میگم نه نه این بخشیه که اصلا ببینین ما تا یه زمان نه زندگی شخصیه نه. که در جامعه فراگیر باشه. نه نه ببین نگاه کن آقای هنجار اجتماعی چی؟ نه ببین وقتی من زندگی شخصیمو میارم جلوی دوربین تا اونجا که آوردم جلوی دوربین، یعنی مثلا گفتم آقا ایشون همسر منه، این خواهر منه، این برادر منه، الان ما اومدیم مثلا دریا، مردم درباره اون میتونن نظر بدن چون من خودم آوردم جلوی دوربین دیگه. وقتی شما جلوی دوربین قرار میگیری یعنی خودت رو در معرض قضاوت مردم قرار دادی، خواستی این اتفاق بیفته. ولی وقتی میرن از شما قایمکی، یواشکی و دزدکی میدوزن یه صحنه از زندگی تو، میارن در معرض نمایش قرار میدن، اینو دیگه شما نخواستی که. یه کسی وجدانشو گذاشته زیر پاش و اومده یه عکسی از زندگی شخصی شما گرفته، این
از انسانیت به دوره. من نه این که مثلا برای همکار من این اتفاق افتاده باشه، برای هر کس دیگه هر جای دنیا این اتفاق بیفته، هر وجدان بیداری با این اتفاق مخالفه. واقعا توی زندگی شخصی هر کدوم از ما یه دوربین بذارن چقدرش قابل دفاعه؟ به ما ارتباطی نداره. تا اونجایی به ما ارتباط داره زندگی شخصی سلبریتی ها به اصطلاح، یا آدم های چهره که خودشون خواستن مثلا اینو به من نشون بده، تا همون جایی که زندگی شخصیش رو در معرض دید من قرار داده به من ارتباط داره، میتونم دربارش نظر بدم، نقد کنم، پیشنهاد بدم، خوشم بیاد بدم بیاد. ولی دیگه مابقیش واقعا سرک کشیدنه، دزدیه دیگه، یه دزدیه. تا اینجا رو کاملا باهاتون موافقم، ولی ما همه چیزمون میگیم داریم به سمت حرفه‌ای شدن میدیم و میگیم که مردم ما در فضایی زندگی میکنن که اطلاعات دیگه بهشون میرسه. در دنیا یکی از پردرآمدترین شغل‌ها پاپاراتسی. میخوایم بگیم خب ما نداریم اینو در ایران. در ایران ما نداریم. خب اگر نداریم پس نداریم. حالا روزی که پاپاراتسی اومد میتونیم در باره صحبت کنیم، ولی الان که نیست. نه، یه اتفاقی وجود داره، چون ما در فرهنگمون و در عرفمون داریم که در زندگی کسی تجسس نکنین. آقا تو زندگی شخصی خواهرم هم دین من، فرهنگ من به من این اجازه رو نداده در زندگی شخصی خواهرم هم تجسس من بکنم. من با نفس عمل موافقم. خب دیگه. که زشته. دارم در مورد بعد از این اتفاق میزنم. اکس هلامن خانم نامداری منظورتون رو ببینین. من نمیدونم خودم اگر خدای نکرده در چنین شرایطی قرار بگیرم ممکنه چه اکس هلامنی نشون بدم. آدم ها در شرایط مختلف و مخصوصا زمانی که شما در معرض قضاوت مردمی یه اتفاق این شکلی برات میفته، معلوم نیست چه واکنشی نشون میده. اون آدم هم به حال یه آدم دیگه، یه آدم معمولی مثل من و شما، و قرار نیست که همیشه رفتار درست رو نشون بده. ممکنه در معرض یه فشار روانی شدید که قرار بگیریم هممون خیلی اشتباهای بزرگتری بکنیم. نمیدونم اگر من خودم جاییشون بودم چه رفتاری نشون میدادم. بنابراین تا وقتی با کفشش راه نرفتم نمیتونم راه رفتنشو قضاوت کنم. بسیار عالی، ممنون. از اینجا به بعد رو قضاوت رو میذاریم به عهده مردم. بریم یه استراحت کنیم. مسئله داره چشمک میزنه به خانم نصیری. برمیگردیم بخش سوم رو خیلی باید آمد. بازیگری پیشنهاد داشتی؟ بله بسیار. دوست داری بازیگر بشی؟ ببینید، حتی یکی از کارگردانای مطرح زمانی که من ممنول کار بودم به من، یعنی من دفترشون صدا کردم، یک فیلمنامه به من دادن که اصلا قصه اتفاقی که برای خودم افتاده بود در تلویزیون و قصه خودم بود، و به من گفتن که نقشه یکش رو قرار خودت بازی بکنی و اینها. بعدم نیومد راستش تو اون زمان که این کار رو انجام بدم، ولی بعد دیدم که من مال بازیگری نیستم. بازیگری به نظرم خیلی حرفه سختیه. شما باید یه موقع خوشحال باشی، ناراحت باشی، همچنان هم پیشنهاد بازیگری حتی برای سریال های تلویزیونی نقش های خوب در واقع دارم از تهیه کننده ها و البته برخی از کارگردان ها. نمیدونم، شاید یه موقعی بازی بکنم، ولی فعلا دغدغم نیست، علاقم نیست. شاید بعدن این اتفاق بیفته، ولی الان نه. با مجری خانومی هست که رقابت داشته باشه؟
نه رقابت به اون معنا با کسی ندارم. یعنی فکر میکنی من دلم میخواد برترین از همه یا کسی رو برتر نمیدونی نسبت به خودت؟ آهان یعنی ریز میبینم که رقابت نمی کنم؟ نه ریز نه، این کلا مثلا این کسی نمیتونه مثل من اجرا کنه، من اجرای خودم رو دارم. انقدر خودشیفته نیستم، یه بخش خودشیفتگی دارم ولی در این حد نیست این که مثلا بگم کسی مثل من نمیتونه اجرا بکنه و اینها. ولی یه چیزی رو واقعا بهتون بگم، من اجرای هیچ کدوم از مجریای تلویزیون چه مرد چه زن رو نمیبینم، به خاطر اینکه ناخودآگاه ها، نه اینکه بخوام تقلید کنم، ممکنه از یه تکه کلام یه کسی، از طرز نشستنش، از طرز اجراش خوشم بیاد و بعد ناخودآگاه بخوام اونو مثلا گرته برداری بکنم تو اجرا. این بده، خیلی هم بده، به خاطر اینکه میشه همون تقلیده. همه مجری های تلویزیون به نظر من باید سعی بکنم و تلاش بکنیم هممون که امضای خودمون رو داشته باشیم. حال بعضی تو لحنشونه، برخی تو لباس پوشیدنشونه، بعضی تو سبک اجراشونه، اصلا بعضی فرم صورتشونه، چهرهشونه که خیلی خاصشون کرده. به نظرم نه، این تقلیده اصلا نباید اتفاق بیفته و اصلا من نمیبینم. یعنی برنامه‌ای که من در تلویزیون میبینم، دور همی یه آقای مهران مدیری بود که همیشه میدیدم، خیلی دوست داشتم، اصلا نمیتونستم نبینم چون خیلی دوستش داشتم. و الانم ادابازی برنامه خندوانه رو، چون حامد آهنگی رو خیلی دوستش دارم و جز شرکت کننده هم بود، ادابازی رو میبینم، خیلی به نظرم جذابه، ایده قشنگی بود، از یه پانتومیم ساده یه مسابقه اینجوری در آوردن خیلی هنر میخواد. خیلی شما رو به خانم سبا راد مقایسه میکنه. آخه چرا؟ نمیدونم، خانم راد به خدا خیلی از من بهتره، چرا برام بایش مقایسه؟ با هم این رقابته که گفتم پسن به اینجا برسن که در یه دو کفه این ترازو قرار میدم و خب هر دوتون دو من به لحاظ تجربه سابقه یه کار همه چی خیلی کم دارم از خانم راد، خیلی خوبه ایشون، نه تو رو خدا این کار نکنی. الان خودشون دق میکنن منو با ایشون مقایسه کردن. دیگه فردا اجرا نمیکنه. اجراشون رو دیدی؟ بله اجراشون رو دیدم. استثنایی ایشون؟ نه الان دو سه ساله که دیگه اصلا نمیبینم، تا قبلش چرا میدیدم. یعنی الان تم اجرای هر کسی رو دارم که چجوری اجرا میکنه. خانم مرادم به واسطه صدای بسیار جذاب و گیرایی که داشت و حالا سبک اجراشون در برنامه به خانه برمیگردیم خیلی مردم میشناسنشون. اتفاقا دیشب من یه جایی بودم در یک جمع دوستانه، خونه یکی از دوستان بودم، بعد هر جا ما میریم دیگه حرف مجریا هست دیگه، از همون میپرسن. دختر دوستم بهم گفت این خانم از شبکه 5 اجرا میکنه، خانم راد، اونم خوبه مثلا اخلاقا و شخصیتا و اینا. و این خیلی برام جالب بود، بهش گفتم که اون که خیلی خوبه و خیلی قابل احترامه، خیلی دختر خوبیه سبا. و حالا غیر از اون داشتم به این فکر میکردم که خب خیلی موجوی مختلفی برنامه به خانم برمیگردیم و اجرا کردن، خانم راد خیلی دیده شده، معلومه یه چیزی داشته دیگه که خیلی دیده شده و یه ویژگی خاصی داشته که خیلی به چشم مردم اومده. به نظر من دوستش دارم، من سبا رادو خیلی دوست دارم. آزاده نامداری اجراشو خیلی دوست دارم. بعد خودشو دوست دارم، گفتم که درباره اجرا من نظر میدم. نه گفتی سوارادو خیلی دوست دارم، آزاده نامداری و اجراشو دوست دارم. نه نه منظورم همون اجراش. بعد دیگه از بین مجریه خانم ژیلا امیرشاهی رو خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه خیلی خانم محترم و خوب و مهربونیه. ما شبکه سلامتی برنامه بود، هر روز صبح یه سلام علیک رسانه‌ای داشتیم ما هم، خیلی خانم دوست داشتنی و محترمیه، اصلا کلن ارادت دارم بهش. از بین مجریه خانم دیگه بگم کیو دوست دارم؟ به این کیو دوست دارم؟ آها محیا اسنواندی رو خیلی بامزه است، دوستش دارم. کیو دوست داری؟ اینا رو دوست دارم دیگه. نه بقیه رو نه که دوست نداشته باشم. بقیه رو نه که دوست نداشته باشم. آره به سلیقه من نزدیک نیست، ولی اینا رو من دوستشون دارم. براتون مهمه که سه ستاره امسال کاندید بشید؟
برای همه مجری ها لازمه و اصلا دوست دارن که کارشون دیده بشه. یعنی زحمتی که شما میکشید توی تلویزیون، حالا با همه کمی و کاسی ها، یه روز پول هست یه روز نیست، یه روز برنامه خوب هست یه روز نیست، با شرایطی که به هر حال شما داری اونجا کار میکنی، دوست داری که کارت و زحمت دیده بشه، به چشم مدیرت بیاد، مردم بفهمن که شما چقدر تلاش کردی برای این برنامه. اگه کسی بگه من دوست ندارم در برنامه سه ستاره کاندید بشم، به نظرم دروغ گفته و این خاصه قلبیش نیست. اما یه امای مهمی اینجا هست که چقدر مجری ها، بازیگر ها، یا کسایی که حالا خاصه مجری ها در برنامه سه ستاره کاندید میشون، چقدر بر اساس تواناییشون کاندید شدن و چقدر بر اساس توصیه، حالا توصیه کی نمیدونم، ولی این مهمه دیگه. یعنی از این منظر شما اساسا باید ببینید که اصلا مجریایی که به برنامه سه ستاره معرفی میشن به عنوان اینکه اینا مجریای خوب تلویزیون بودن، چقدر واقعا درست بر اساس معیارهای اجرا سنجیده شده، کی نشسته، کدوم کمیته نشسته بررسی کرده، مثلا گفتن که سواد این خانم یا آقا، دانش عمومیش، نحوه بیان، اطلاعات، تیپ، قیافه، که اینا واقعا مهمه. الان در دنیا میدونید، چون من زبان بدن خیلی خوندم و تدریسم میکنم، در دنیا این مطرح و قضاوت مردم روی شما، اصلا شمایی که ممکنه جلوی دوربینم نباشین، هر کسی رو شما میبینین 58% قضاوتتون بر اساس ظاهر و بادی لنگویج و قیافه و چهره و نوع لباس پوشیدن اون آدمه. بعد یه درصد دیگه برمیگرده به صدا و لحن و اینها، و بعد در نهایت نزدیک به 7% مردم تازه گوش میکنن ببینن شما چی میگی. یعنی اون چیزی که شما میگی تو ذهن مردم خیلی نمیمونه. واقعا این مهمه که ببینیم بر چه اساسی مجری ها انتخاب میشن و میشن حالا کسایی که بهترینن و مردم باید اینا رو انتخاب کنن. من یه پیشنهادی قبلا، یعنی پارسال من یه انتقادی کردم به برنامه سه ستاره در اینستاگرامم که رسانه‌ای هم شد. به نظر من اگر قراره که این برنامه باشه که مردم انتخاب بکنن، از بیس باید مردم انتخاب بکنن. یعنی توی هر شبکه‌ای اون شبکه مجریاشو معرفی بکنه، کل مجریایی که در یک سال گذشته فعالیت کردن، مردم رای بدن کیا بهترین بودن از هر شبکه، مثلا دو تا سه تا بیان بالا، بعد بر اساس انتخاب مردم اونا برن توی برنامه سه ستاره، از بین اونا مردم بهترین رو انتخاب کنن. اینکه ما بر اساس سلیقه خودمون بگیم خب ما به نظر ما اینا بهترین بودن، از بین اینا مردم انتخاب کنن، این به نظرم خیلی مردمی نیست. یه حرفی زدید که رو لبه تیغه. اگر خانم مبینا نسیم بنا به سابقه‌اش یا کارهایی که قراره در 6 ماه آینده انجام بده کاندید برنامه سه ستاره بشه، خیلی هم میتونم بیان بگن توصیه مردم بده. نه، من که هیچ موقع کسی نمیتونه، اصلا در قاموس من که توصیه وجود نداره، اینو همه میدونن، شما هم میدونی. اگه کسی الان توصیه کنه به شما، این شما رو توصیه کنه برای جایی، اصلا کسی منو توصیه نمی کنه به چرا؟ شما اینو قطع به یقین بدانید، مردم هم اینو میدونن، آدمایی که توصیه میشوند معلومن، آدمایی که توصیه نمیشن هم معلومن. من کسی توصیه نمیکنه برای کاندید شدن، و من اصلا از الان به ضرس قاطع به شما میگم. ولی اگر که در واقع من انتخاب شدم حالا بر اساس یک سری موارد، اونجا خوشحال میشم مردم بهم رأی بدن، ولی بازم مردم اینو حق دارن، چون واقعا خودم اعتقادم اینه مردم حق دارن بگن مردمی نبوده این انتخاب. یه برنامه ای شما انتخاب کنید، پارتنرتون در اون برنامه یکی از مجریان من... مرد زن در ایران یا جهان. یه چیزی رو بهتون بگم، چند سال پیش یه برنامه قرار بود من اجرا بکنم، فرزاد حسنی توی تیم محتوای اون برنامه بود، نشسته بودیم همینجوری با تیم داشتیم گپ میزنیم درباره برنامه، بعد فرزاد حسنی یک جمله گفت که من الان میفهمم معنی جملهش رو. گفت چرا باید دو تا مجری برنامه رو اجرا کنم؟ مگه مثلا شما خودت به تنهایی نمیتونی یک برنامه رو اجرا کنی، یا اون آقا به تنهایی نمیتواند یک برنامه رو اجرا کنه که حتما باید دو نفر اجرا کنم. و الان میفهمم برنامه هایی که یه دونه مجری داره چقدر موفق تره و چقدر تو میتونی کار خودت رو انجام بدی بدون اینکه دغدغه اینو داشته باشی. الان هر لحظه ممکنه اون مجری مرد یه چیزی بگی که دوباره مثلا شما دو سال ممنوع کار بشی. من ترجیح میدم دیگه همیشه تنها اجرا کنم در یک برنامه. اما
برنامه های محمد سلوکی به شدت برای من انسان قابل احترامیه و به شدت موجیه که میشه باش کار کرد. من یک برنامه ای رو فکر میکنم ویژه عید فطر بود، اولین اجرای مشترک من با محمد سلوکی بود که موجی مردیشون بودن. حالا چون ویژه بود دیگه دو نفر داشتن اجرا میکردن، من این افتخار داشتم کنار محمد سلوکی اجرا بکنم. هرچند قبل از اون استیج های مختلفی رو با هم اجرا کرده بودیم و واقعا این پسر خیلی گله. یعنی من خانومشون هم حالا باش رفاقتی دارم و دوستم، همیشه بهش میگم واقعا محمد سلوکی انسان قابل احترامیه، خیلی دوست داشتنیه و خیلی محترمه و خیلی میشه باهاش یعنی کنار میاد باهات. هرچند من اون سالی که با محمد سلوکی به عنوان پارتنر داشتم کار میکردم خیلی کم تجربه بودم و خیلی هنوز موجی کوچولویی بودم که محمد سلوکی با من کنار اومد و به من میدون داد و اصلا به کارگردان گفت بذارید خانم نصیری شروع بکنه و این خیلی برای من که شاید جای دیگه این فضا رو ندیده بودم خیلی با ارزش بود. یه برنامه هم محمد سلوکی تهیه کنندش بود به اسم باغ رمضان که توی ماه رمضان پارسال من براش اجرا کردم. اون تجربه کاری هم فوق‌العاده بود و من واقعا بهش احترام میذارم و به خاطر شخصیتش و منشش و نوع تربیتش به خانواده محمد سلوکی و همسر محترمش و به خودش خیلی تبریک میگم. تو صحبتامون به این اشاره کردین که خب همش برنامه خانواده و خانوادگی و سبکای اجتماعی آشپزی بیشتر مال خانم هاست. خب این باز از فرهنگ مادره میاد، ولی آیا میشود یک برنامه اما توی فرهنگ فوتبالی یا ورزشی به خانم نصیری داد در اجرا؟ من یه سری کارگاه برگزار کردم، یعنی با خودم طراحش بودم و مدیریت کردم، با وزارت ارشاد مشارکت کردم و این کارگاه ها رو برگزار کردم. توی این کارگاه من اومدم مثلا از آقای محمد رضا احمدی دعوت کردم که به عنوان یه مجری ورزشی بیاد به بچه‌ها تدریس کنه. بعد کسایی که زنگ می‌زدن برخم به گوش من می‌رسید سوال‌هاشون، مثلا گفته بودن که آخه من به عنوان یه خانم چرا باید اجرای ورزشی رو یاد بگیرم؟ من گفتم که شاید شما نتونین مثلا فوتبال گزارش بکنین در حالا تلویزیون ایران و اصلا جذابم نباشه برای مردم یه خانم بیاد فوتبال گزارش بکنه، اما چرا ما توی حوزه ورزش خانمی رو نداریم که یه دایره المعارف باشه، اطلاعات به روز ورزشی داشته باشه و اتفاقا میتونه ورزشی اجرا بکنه؟ چه اشکالی داره؟ ما توی ورزش بانوان لاقل که میتونیم این کار رو انجام بدیم و نداریم و این کمبود رو همیشه داشتیم. یه دوره من یادم آزاده نامداری یه برنامه رو توی شبکه جام جم اجرا میکرد که یکم ورزشی بود، اصلا درباره فوتبال حرف میزد آزاده. تو اون برنامه خیلی جذاب بود به نظر من. من نمیتونم یه برنامه ورزشی اجرا بکنم چون اصلا دانشش رو ندارم، اطلاعاتش رو ندارم، در حد اینکه آره پرسپولیسیه خیلی بدم و از اون طرف هم مثلا رئال مادرید رو خیلی دوست دارم. اتفاقا یه برنامه به من پیشنهاد دادن اجرا بکنم در شبکه 3 تو حوزه راهنمایی رانندگی و اینها بود، برنامه سفر به خیر. بعد خودشون میگفتن که ما میخواییم بریم اقنا بکنیم در واقع اون بخشش که مربوط به سازمان صدا و سیما نیست، مربوط به راهور و پلیس و اینها، که مثلا یه خانوم بیاد اجرا بکنه. واقعا چه اشکالی داره؟ به نظر من رانندگی خانوم های ما هم خیلی خوبه، پارک دوبلشون عالیه. اصلا خانم ها به نظر من خیلی در رانندگی پیشی گرفتن این روزها از آقایون و بیشتر تصادفات باعثش آقایون هستن. آخرین تصادف خودتون کی بود؟ من رانندگی فقط تعریف کردم. من نه، واقعا یکی از ترس های زندگیم، یکی از فوبیا های بزرگ زندگیم رانندگی بوده. اونم به خود تقصیر خودم نبوده، اون موقعی که به من اومدن رانندگی یاد بدن اعتماد به نفس منو گرفتن ازم و من دیگه این اعتماد به نفسه رو نداشتم بخوام رانندگی یاد بگیرم. ولی الان یه هفته است که با این ترسم دارم مبارزه میکنم و دارم رانندگی یاد میگیرم. بله، و به زودی بهتون عملا نشون میدم که خانم رانندگیشون فوق‌العاده است.
هر باری که کات داریم شما میگوید ظرف سالاد خانم نسی بسیار زیاد حجمش کم میشه. سالاد بسیار خوشمزه‌ایه و خب دوست دارم ایشون دیگه. من موجی اصلا شکمو نیست. این تصور رو فراموش کنید. من نمیتونم حقیقت ببرم بخورم. شما توهرتون بیشتره تو این زمین. تو خونه یکم آشپزی کنین میتونی؟ خیلی آشپزی میکنم. پس چرا نمیتونی؟ من علاقه دارم. سخت. خسته‌تون نمی‌کنم. ممنون بابت اینکه حضور پیدا کردین. یک دو تا سوال دیگه دارم میپرسم و شما رو راهی میکنیم. خواهش میکنم. بریم به کارتون. مرسی. اهل سفر هستین؟ جالبه شما درباره چیزایی از من سوال میکنیم که عاشقشم. یعنی اهل سفر نیستم، عاشق سفرم. یعنی من مثلا الان حاضرم درآمد این ماهم رو به جای اینکه پس انداز بکنم یا برم مثلا اینو احتیاج دارم بخرم برم سفر باهاش. خیلی به شدت سفر رو دوست دارم و دلم خواهد همه جا رو ببینم. کجاها رو دیدین؟ بنابرای ایرانو که آره ایرانو که خیلی گشتم. یعنی از قشم و کیش و بندر عباس و بوشهر و خوزستان و شوشتر و مسجد سلیمان و اهواز و همه اینجا رو رفتم. خطه جنوب از جنوب شروع کردم. بعد شهر کرد، یزد، اصفهان، شیراز. رون تخته نوشتم اون برای نگاه بکنم. دیگه این طرف کرمانشاه رفتم، سنندج رفتم، صحنه رفتم، خیلی همه جا ایران. شمالم که دیگه کلا همه جاشو رفتم و شهرهای اطرافم که زنجان و نمیدونم قزوین و کرج و این طرف قم و سمنان و همه جا رفتم. حرف ناگفته‌ای که ندارم. خیلی خوشحالم که از طریق زیروبم با مردم حرف زدم و یکم حرفای خصوصی تر و صمیمانه تر و یه گپ دوستانه تر و این ارتباط نزدیکتر با مردم برقرار شد. میخوام بدونید که همه تلاشم رو میکنم برای اینکه وقتی جلوی دوربین تلویزیون قرار میگیرم علی‌رغم همه سختی ها و مشکلات و رنج ها و قصه هایی که ممکنه داشته باشم شاداب باشم، بانشات باشم و اون لحظه که شما من رو میبینید در دوربین تلویزیون و در قاب تلویزیون حال خوبی بگیرید و انرژی خوبی رو کسب کنید. همه تلاشم رو میکنم برای اینکه اون چیزی که شما لیاقتش رو دارید از طریق این قاب بهتون هدیه بکنم و خیلی کوچیکتونم و خیلی دوستتون دارم. ممنونم ازتون. خیلی گفتگوی لذت بخش و خوشمزه‌ای بود برای من. خیلی سالادای اینجا خوبه، بیایید حتما. من هم از شما ممنونم که من این فرصت رو دادید تا دوباره در مقابل دوربین زیروبم برای شما اجرا کنم. امیدوارم دوست داشته باشید این برنامه رو و لذت ببرید ازش. مراقب خودتون باشین. یا علی.